وزارت مخابرات، وزارتی که وظیفه وزیرش به دلیل فساد اداری به حالت تعلیق درآمد. ناکارا بودن در بخش نظارتی از شرکت‌های مخابراتی هم شدیدترین انتقادات است که بر این وزارت وارد است. بحث گرفتن نگرانی ها در مورد چگونگی گرفتن مالیات از کردیت، سیستم کردیت مشتریان هم کلانترین پرسش هایی است که هنوز هم بین مردم افغانستان مطرح است. اما چرا در وزارت مخابرات یک مدیریت درست هنوز پس از سپری شدن بیشتر از 2.5 سال در حکومت وحدت ملی به وجود نامده؟ سلام، به برنامه بازنگاه خوش آمدید. من امین بابک هستم و میهمانان ما خواهند سید احمد شاه سادات، سرپرست وزارت مخابرات و تکنولوژی افغانستان، همچون آقای محمد فرهاد صدیقی، عضو مجلس نمایندگان افغانستان و معاون کمیسیون مراسلات و مخابرات ولسی جرگه. بسیار خوش آمدید میهمان عزیز. آقای سادات، اول خود در نخست شما بفرمایید که سرنوشت وزیر تعلیق شدیدان چی شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. اصلا به پیشنهاد لوی سارن ولی و به حکم رئیس جمهور، وظیفه عبدالرزاق واحدی سرپرست وزارت مخابرات سابقه، وظیفهش به انفصال درآمد. وقتی که یک کس وظیفهش به انفصال بره، او معنایش نمیست که اگر او از دوسیش پاک هم شوا پس به وزارت به یعنی شما میگین عزل شده. او عزل شده، اونجا وضاحت نوشته است انفصال. اگر تعلیق باشه، یک کسی که تعلیق باشه پس از دوسیش که خلاص شد، او پس به وظیفه خود آمده میتونه، ولی انفصال پس آمده نمیتونه. و در بخش فساد، وزارت مخابرات وزارتی است که همواره به اتهام فساد بر جبینش خورده و وزیر شما هم به اتهام امین مثلا از وظیفه برکنار شده. چی کار صورت گرفته در مبارزه با فساد؟ اصلا اگر شما ببینین، وقتی که یک موضوع فساد در وزارت می باشه، او را ما به تفتیش داخلی در وزارت، تفتیش داخلی یک ریاست داریم، بر او میتیم. تفتیش داخلی تحقیق که میکنه، پس امو دوسیه را معلومات و گزارش به وزیر میتاد و به هدایت وزیر و به تفتیش داخلی به سرنوالی میره و سرنوالی تحقیق میکنه. و همچنان وزارت 100% همکار امرای در تحقیق همکاری میکنه. شما میبینید که کسایی که وظیفهش به تعلیق افتید و کسایی که وظیفهش به اصطلاح زیر انوستیگیشن هستن، تحت انوستیگیشن هستن، ما امرایشان 100% هم کاری میکنیم، زمینه را برایشان مساعد میسازیم. نه، گراف بلند فساد در وزارت مخابرات شما میپذیرین و یا هم نه؟ فساد در هر اداره امکان داره که باشه، ولی وقتی نه، به این پیمانه که وزیرتان به حالت تعلیق در میای وظیفهش، در سطح پایین هم میپذیرین و یا هم نه؟ در سطح پایین هم فساد هست، ولی کوشش میکنیم که فساد از بین ببریم. خب کوشش میکنیم چی کردیم؟ شما چند مورد مثلا به نهادهای عدلی و قضایی فرستادین؟ چند مورد به اتهام فساد؟ ما برایتان مثلا به طور مثال گفته میتانیم که تغییرات منیجمنت ما آوردیم. مثلا در افغان تلکام تغییرات آوردیم، تیمی نو تیمیشان آمده، تیمی سابقهش تغییر و تبدیل آوردیم. در کارمندای نو از طریق پروسیجر سی بی آر میاریم که تا مردم اهل کار برشان کار برای اهل کار فرست داده شوه و مردم بیان که او ظرفیت داشته باشن و اینمی جلوی فساد باز گرفته میتونه. یعنی شما تنها فساد در مدیریت وزارت میبینید؟ فساد همچنان در مدیریت، همچنان در بخش پروژه ها. وقتی که پروژه ها مثلا چیز میشه ما او را میبینیم. یک مثالش اگر برایتان بگویم، چند وقت پیش 7000 لپتاپ برای وزارت معارف گرفته میشدن. او اوراقشان رفتن به تدارکات ملی. وقتی که برای ما معلومات آمد که اینجا ممکن فساد باشه، یک نگرانی بودن، ما مامور معطل ساختم، برایشان گفتم که این امیر پس فسخ کنین و این باید تحقیق شوه به تفتیش داخلی. نه، پس از اداره آقای وحیدی این وزارت به عنوان کلانترین دستگاه فساد مطرح می شد که گفتم که یک دلایلش هم این بود که وزیرتان برکنار شد. حال که شما در بخش کاهش فساد در این وزارت چی کاری کردین؟ مثلا چند مورد گفتم اشاره بکنید. حقا یه موضوع چی وقت ده چی کلا ده وزیر ده مخابرات و ده واحدی سه پا تعلیق که ورگلا موضوعی پا انفصال شوا خپلا وظیفه. اگه علت داو چه مثلا سیستم ده ریال تایم منیجمنت جور شوه نو او حقوی ده ژورنالیستانو تا او ده
پارلمان غړو ته وښودل چې موږ سیستم جوړ کړی، سیستم جوړ نه و. اوس د هماغې په دغه باندې موږ سیستم باندې کار شروع کړی، موږ سیستم جوړو، موږ ورته تخنیکي بخش مثال جوړ کړو. تخنیکي برخه خلاصه شوې ده، اوس تدارکاتو ته هغه د پروژې تدارکاتو ته ورکې تللي تر څو ریئل ټایم سیستم جوړ شي او دغه د 10% مالیه په شفافه طور سره د ولس د خلکو نه راجمع شي. او دغه مخکې چون پروسه شفافه طور سره مالیه نه جمع کېده، دا خپل یو فساد و. نو دغه موضوع د په خاطر باندې وظیفه د هغې مثلا انفصال ته ولاړه او موږ اوس د هغې په اصلاحات په دې کې راولو چې تر څو یو شفافه پروسه په دغه کې ولرو د 10% دپاره. آقای صدیقی، آنچه را که آقای سادات در مورد جلوگیری از فساد و اقدامات فساد در وزارت مخابرات انجام داده، آنچه را که کمیسیون شما دریافته، واقعا اقدامات وزارت مخابرات قابل قبول است برای شما؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به جناب سادات و به بینندگان تلویزیون شما. گرچه که ما در زمانی که وزیر مخابرات واحدی صاحب بود، در اون زمان واقعا بین کمیسیون ما و بین وزارت مخابرات یک کشمکش و جنجالی بود که همیشه ما اعتراض و انتقاد داشتیم به خاطر این 10% که از مردم تکس گرفته می شد و مشکلاتی که ما داشتیم و مردم افغانستان داشت. در این رابطه ما می خواستیم که یک سیستم درست ایجاد شود که برای مردم افغانستان و برای حکومت واضح و روشن باشه که ما چقدر در یک ماه عواید داشتیم و این پولی را که از مردم میگیریم چقدر هستم. متاسفانه که تا هنوز اون سیستم در وزارت مخابرات فعال نشد و حتی معلوم نیست که تا چی حد و کدام اندازه. خب آقای سعادت گفت که در بخش ایجاد سیستم کار کرده. در وقت در زمانی که آقای واحدی بود یک سیستم آورده بود به خاطر از اینکه مردم فریب بده و شورای ملی را او را آورد و مردم نشان داد که من این سیستم میرم، در اون زمان نگه پاس صورت نگرفته بود. اما در این زمانی که آقای سعادت سرپرست است، واقعا احترام به جناب ایشان داریم، ما آدم با شخصیت هستند و اینا کاری که قابل ملاحظه بود به اون شکلی که بود اینا کارا را انجام دادن. اما یک مشکل در وزارت و در اوجه است که سرپرست تا وزیر بسیار تفاوت داره. اگر اینا واقعا در قانون اساسی، به شما معلوم است که سرپرست از بسیار صلاحیت ها از قانون اساسی کار گرفتن میتونه، صلاحیتاش محدود است. اما ما را خواهش ماهی است که ریاست جمهوری باید سرپرست وزیر مخابرات معرفی بکنه تا رأی بگیره و در پالوی از اینکه رأی بگیره در وزارت مخابرات اصلاحات بسیار در کار است. باید ما اصلاحات بریم. همین فعلا کمپانی های ما که مصارفی که روزانه مردم گپ میزنه، از این کمپانی ها ممکن که با ما فکر میکنیم کمپانی ها از این پولا میگردانن، از این پولا دزدی میکنن. ما یک طرفی که درست تیره نداریم که تمام سیستم کنترل بکنه. حتی یک نفر اگر بخواه یک دقیقه گپ بزنه بفهمه که چند مصرف ما شد و چطور شد. این مسجایی که از کمپانی ها میای یا از طرف دولت یا از طرف وزارت مخابرات کنترل نمیشه، فقط مسج اونا رو میکنن بین مشتری و بین از اوناست. هیچ وقت جلو وزیر گرفتن نتونستن که میگرفتن. بسیار گپ خوب بود و برای مردم هم سهولت بود. آقای سعادت، شما گفتین که خب تنها دلیلی که آقای واحدی از وظیفه‌اش برکنار شد مسئله کردیت 10% مالیاتی بود که بر مشترکین وضع میشه. اما در فوریه سال روان کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد یک گزارش نشر کرد که در او گزارش آمده بود که وزارت مخابرات غرق در فساد است. یعنی یک مورد نه، غرق در فساد. شما غرق در فساد زمانی که در فوریه مطرح شده بود، اکنون چند ماه دیگر گذشته، بعد از اینکه سرپرست شدین چی کار را کردین به خاطر مورد؟ مثلا او وقت نفرای استخدام شده بودن بالمقتب به معاشهای بلند که به اصطلاح 13,000 زیاد برایشان از قانون اجازه نبود که برایشان معاش داده شود، معاش 5,000 و 100,000 داده شده بود. به این خاطر این هم یک موضوعی بود که امیالی او این کار امیالی نمیشه. اول این قسمی کار شده بودن و دیگه نمی که پروژه هایی بودن که به اصطلاح نظارت و چکشان نمیشد
امیال ما دقیق نظارت و چک پروژه ها را میکنیم. هر پروژه که به اصطلاح به تدارکات ملی میره او را دقیق چک میسازیم. در چند روزهای گذشته مثلا یک پروژه به اصطلاح همی تیل وزارت همی افغان تلکام تیل بخش افغان تلکام اونمو پروژه بود که پس ما وزارت که فساد است شما میگین که واقعا را کشیدین از وضعیت اصلیش ز باباک سپتا ته دومره وایم چې دومره اندازه به نه ویل که څومره چې میډیا کې ویل کیږي دومره اندازه هم فایلونه نشته نه بر اساس تحقیقی را کی نهاد کرده بود کمیته مستقل نظارت و ارزیابی مبارزه با فساد در اونجا با وضاحت آمده بس مسئله غرق در فساد مطرح کرده مسئله ناکامی وزارت مخابرات در تطبیق راهبرد مبارزه با فساد مطرح کرده گفته که وزارت مخابرات مطلق ناکام بوده در بخش تطبیق راهبرد هاگه وقت که مثلا کم پروژه که چه فساد شو هاگه بانی سو کرده تحقیقات رواندی تحقیقات شویدی سرنوالی تاگه موضوع معرفی شویدی او نور باقی په پروژو کې یا باقی په د استخدام پروسه کې کوم فساد چې څومره زر راغله ما نور نور فساد هلته نور نه دی سوی کلانترین مشکل است هر مقامی که میره میگه که مقام تازه میگه کار ازو بود اما شما برای جلوگیری از فساد که چیزی که بسیار ضروری است در وزارت مخابرات واقعا چی کاری انجام دادید تا کنون؟ یک سیستم مدون و یک پالیسی مدون من ټول رئیسان ته ویلی چې د استخدام پروسه باید شفاف وي شفافیت باندې په لیاقت او په اهلیت باندې باید کسان استخدام شي روابط او ضوابط باید پریږدي په لیاقت او شایستګۍ باید ټول کسان د استخدام وي بله موضوع دا ده چې کوم پروژې چې تطبیقیږي هغه پروژې موږ ګورو چې دا واقعا صحیح تطبیق شوي که نه دی موږ په پټو سترګو چا ته امضاګانې نه کوو دغه خپله د فساد مخنیوی کوي یعنی در گذشته به چشم پټ امضا میشد خو طبعا بعضې پروژې دي مثلا د فایبر نوري پروژه چې پخوا تطبیق شوې ده د حلقوي رنګ پروژه چې ډېر وروسته هم خبرې راغلل میډیا ته هم راغلل چې 1.8 متره دغه پروژه د ځمکې لاندې نه ده تطبیق شوې بعضې ځایونو کې وویل شوي چې ځمکې په سر دا پروژه پرته ده پخوا دا په درست طور سره پروژې نه وې تطبیق شوې خو دې نه وروسته چې کومې پروژې زه چې کوم راغلی یم هره پروژه زه دقیقا ګورم او زه غواړم چې د فساد مخنیوی وکړم او د فساد خلاف هره پروژه چې وي چې کومه پروژه باندې زه شکمن شم هغه تفتیش داخلي ته وړاندې کوم آقای استاد شما که در مغایرت با قانون 10% مالیات میگیرین هرچند پارلمان قانون را رد کرد در بخش گرفتن شفافیت در گرفتن 10% مالیات از مشترکین مخابراتی آنچه که کلانترین نگرانی مطرح است این است که شما چگونه این پول جمع آوری میکنین و چگونه به عواید وزارت مالیه اضافه میکنین واقعا شما اکنون چیزی دارین که در مورد شفافیت از این مسئله بگید باباک صاحب دغه د 10% د مالیه جمع کول یا د نورو د 40% مالیه جمع کول دغه په اصطلاح اول خدا چې په ټولو هیوادونو کې عوام مالیه ورکوي د افغانستان مخابراتي شرکتونه هم په مختلفو بخشونو کې مالیه ورکوي مثلا 40% د عمومي عوایدو نه ورکوي 2.5% د ټي ډي اف په نوم باندې ورکوي 10% د عوامو نه د کریډیټ په کارتونو کې ورکوي خو د ټولو دپاره باید یو شفافیت دپاره یو سیستم موجود وي خو برای ایجاد همې سیستم چه کار کردین تا کنون خو زه دې ته راځم درته دغه د سیستم دپاره مثلا 14 کلو نه دا مالیه غونډیږي 40% 2.5% او دا اوس 10% 14 کلو نه مخکې باید دا سیستم هم جوړ شوی وی اوس موږ پرې کار شروع کړی دی په دې څلور 15 میاشتو کې 15 میاشتې مخکې ولسمشر یو کمیټه تعین کړه په کابینه کې په دې باندې فیصله وشوه چې د وزیر د اقتصاد د رهبرۍ لاندې د وزارت مخابرات وزارت مالیه او د اترا د همکاري په واسطه سره باید یو سیستم جوړ شي چې دا د ریئل ټایم منیجمنت په نوم باندې چې دغه 10% مالیه کې شفافیت راولي د دې بیا دلته موږ دوه در این مورد آقای صدیقی هم پرسش مطرح کردین که شما چگونه ایره سنجش میکنین چگونه مردم بر شما بار پیدا بکنه که واقعا در اینجا فساد صورت نمیگیره خو زه اوس درته وایم بیا دلته دوه کمیټې جوړه شو یو تخنیکی کمیټه یو د تدارکاتي کمیټه تخنیکی کمیټې موږ تخنیکی کمیټې چې دلته د وزارت مالیه د وزارت اقتصاد د اترا ادارې او د وزارت مخابراتو کارمندان پکې نو دغه زما د رهبرۍ لاندې دغه تخنیکی کمیټې ټول کارونه خلاص کړل د سیستم دپاره اوس چې د تدارکاتو ته ورغلي چې تر څو تدارکاتو کې کار خلاص شي او دا سیستم په افغانستان کې یو شرکت راوړي او نصب شي په شپږو میاشتو نه تر یو کاله پورې او مالیه په شفافه طور سره غونډه شي فعلا مالیه سره کم غونډېږي فعلا د هر شرکت
چې موږ ته په لیست کې راکوي چې موږ دومره سکرچ کارتونه د میاشت په اخر کې ورکړل شوي، دومره سکرچ کارتونو مالیه جمع شوې ده. هغه د یو اکسل شیټ کې موږ ته راکوي او پیسې مستقیما شرکت د وزارت، یعنی شما بر اساس گزارش شرکت ها پول جمع آوری میکنید؟ بله. خو یو شی اوس فعلا شته چې د وزارت، اما این نمیتونه که شفاف باشه آقای صادق. خو همدې د وجه زه غواړم چې او موږ غواړو چې یو شفافه پروسه وي، سیستم وي چې هغه ورسره موږ مقایسه کړو. نه، این سیستم چی وقت ایجاد میشه؟ شما در زمان آقای واحدی هم بس سیستم مطرح بود، دیده میشه که هر روز با میلیون ها افغانی از مردم افغانستان جمع آوری میشه، اما هم معلوم نیست که سرنوشت پولا چی میشه. د واحدی سه په وخت کې د سیستم حتی په پروسیجر باندې کار نه شوه، اوس موږ په پروسیجر کار شروع کړی، کمیته جوړه شوې ده. نه، در زمان هم سخنگوی وزارت مخابرات گفتن که حتی اعضای کمیسیون مراسلات و مخابرات شاید آقای صدیقی هم در اوجم بوده باشه، سیستم نشان داده بود. هغه د سیستم نو چې هغه د ریال ټایم منیجمنت سیستم، هغه فقط یو کسانو ته خودل شوی او د پارلمان غړو ته خودل شوی چې دغه د سیستم دی. خپل وروسته واحدی سی وای چې سیستم نشته، بل اخر هلته په وزارت مخابراتو کې دا سیستم نشته چې هغه مالیه غونډه کې هغه د شفافیت سره وکتل شي. اوس پر کار شروع شوی دی، د سلور 15 میاشتې مخکې چې زه راغلم ما پر کار شروع کړی دی، او دا د کابینې او د رئیس جمهور په فیصله باندې چې کمیټه جوړه شوی دی، وزیر د اقتصاد رهبریت لاندې موږ کار شروع کړی، تدارکاتي کارونه پاتې دي او تخنیکی کارونه خلاص شوي دي، او سیستم د شفافیت په خاطر باندې موږ جوړو. آقای صدیقیان، چرا که آقای صادق در بخش شفافیت در جمعوری مالیات از کردیت اشاره میکنه، واقعا این راه شفاف است؟ به هیچ وجه من را تایید نمیکنم، شفافیت در اینجا وجود نداره. کمپانی ها هر آنچی بخوان بخواست خودشان است. اگر ما واقعا وزارت مخابرات یک دستگاه یا یک ترافیک کنترل داشته باشه، ما میپذیریم که شفافیت است و به دست وزارت مخابرات است. نه خیر، نه این قسم نیست، چیزی ده که خود کمپانی ها میخوان از او وضع بکنن. در این بسیار عیف و میلاز بین کمپانی ها و کمپانی ها نتوانستین. ما چندین بار است که با کمپانی ها روان میکنیم مکتوب که رئیس های کمپانی بیان برای ما بیلانس خود گزارش بتن، و در پلوی از اینکه بیلانس خود گزارش بتن، 20% دولت افغانستان با کمپانی افغان بسیم شریک است. مستقیم حکومت افغانستان در او دورانی که افغان بسیم می آوردن، استاد ربانی رئیس جمهور افغانستان بود، 20% استاد ربانی را شخصی شریک ساخته بودند. استاد ربانی این شراکت خود رسما به وزارت مالیه داد، وزارت مالیه و دولت افغانستان با کمپانی افغان بسیم شریک است. حتی تا همین لحظه که من صحبت میکنم، بر مردم افغانستان معلوم نیست، بر بسیار کسا در وزارت مخابرات معلوم نیست که چقدر پول از شرکت افغان بسیم 20% بر حکومت آمده و بیلانس از چه قسم است. یک، فساد در اطراف به هر باوج خود رسیده. به خاطر از این میگم، ما روز یکشنبه، همین یکشنبه گذشته، وزیر رئیس های کمپانی ها را خواسته بودیم که باید می آمدن رئیس های کمپانی مخابراتی ها شخص خودشان صحبت میکردن. مکتوبی که روان میکنیم در وزارت پارلمانی، از وزارت پارلمانی به اطراف میره، اطراف را نوشته میکنم مسئولین روابط با حکومت باید با اینا در این اطراف چی ضرورت داره؟ چرا این مکتوبه تغییر میده؟ چرا معطل قرار میده مکتوبه؟ و نمیمانه که اونا به شورا گزارش بدن. در اینجا خود به خود معلوم است که رئیس اطراف تم قلب وزارت مخابرات اطراف است. ریاست اطراف کسی هایی هستند که در اینجا زد و بنداز با کمپانی ها دست دارن، همه ایشان یکی به دیگه پاس میتن و این قابل قبول نیست برای مردم افغانستان. یک چیز است که اگر ما بفهمیم که امروز این پول که این مردم بیچاره افغانستان که نان در خانهش پیدا نمیشه و چی مشکل نان خود پیدا میکنه و این کردیت هم میگیره و 10% هم حکومت به خاطر مالیه وضع میکنه و این ای کاش به خزانه دولت بیا، ممکن 30% به خزانه دولت بیا، 70%ش ایفو میل شد. بفرمایید آقای صادق، در مورد 70% و فساد گسترده‌ای که در اطراف اشاره کردن، زه په دې برخه کې صدیقی صاحب یو خبره سره زه موافق یم چې شفافیت نشته. ما هم نه دی ویلی چې شفافیت شته. نه، شما باید شفافیت ایجاد بکنید. موږ وایو چې شفافیت لپاره کار کوو، موږ شفافه پروسس د سیستم را ولو. خب چقدر وخت از زمان وضع مالیات بر کردیت مشترکین میگذره؟ در حدود یک سال. درست، یو کال او و میاشت کیږي. یک سال و 7 ماه. شما در یک سال و 7 ماه تکنون سیستم ایجاد نکردین آقای سعادت. هنوز هم بحث فساد و حیف و میل پولای مردم یک نگرانی هاست. این همین موضوع است که
یک سال و هفت ماه میشه و یک سال و چهار ماه میشه که چهار ماه میشه که وظیفه به اصطلاح واحدی سه به انفصال رفت به می موضوع. نه شما که شما سرپرستی دارین، شما چرا برای شفافیت کار نمیکنید؟ ما پنج ماه میشه که به اصطلاح به حیث سرپرست هستم و به سیستم یعنی کارهای تدارکاتیش مانده و کارهای چیزشان مکمل خلاص شده بخش تکنیکیش و دمی حدود یعنی چند ماه دیگه کارهای تدارکاتیش هم خلاص میشه. عملی نه یکی خود مالیات غیر قانونی گرفته میشه مردم، یکی دیگر پول مردم گرفته میشه هایف مایل میشه، آنچه که آقای صدیقی گفت که 70% احتمال هایف مایل بی پولا میره فیصدیش این تخمینی است. اصلی دقیقش وقت ما گفته میتونیم که سیستمی داشته باشیم که بگویم والا واکن یعنی هنوز هم برای شما معلوم نیست که چقدر پول جمع میشه و چقدر به دولت تحویل میتون میشه. برای ما خو وقت معلوم میشه که ما سیستمی داشته باشم. فعلا شرکت ها میگه که اینقدر پول برای سیستم ما آمده، این سیستم که جور شد این سیستم باید به همه شرکت ها چرا نظارت نداره نقای صادق؟ یک اداره داریم در وزارت مخابرات به نام اترا که صدیقی صاحب به مو اشاره کرد. این همی اداره مسئولیت نظارت و کنترل از همه شرکت ها داره. این وزارت تحت مدیریت شماست درست؟ این اداره عملی مستقل شده، اول به اصطلاح تحت وزارت مخابرات بود، این اداره فعلا به مستقل شده و قانونش هم به پارلمان رفته و صدیقی صاحب برتان گفته میتونه که قانون چه قسمی کردن دمی هفته یا به سرشان بخیر. نه اون قانون که تصویب نشده سوی کمیسیون مراسلات مخابرات رد شده، یعنی تا کنون اداره اترا تحت کنترل شماست. دلیلی که شما شرکت ها خودتون نظارت نمی کنین که چقدر پول واریز میشه و چقدر پول برای شما گزارش میده چرا؟ اداره اترا با فرمان رئیس جمهور که فرمان در وقت رخصتی به اصطلاح از پارلمان فرمان تکنونی است و مستقل اداره است. ما به فرمان رئیس جمهور 100% آقای صادق اعتماد داریم. هر آنچه را که شرکت ها برای شما گزارش بده شما به ما اندازه مالیات میگیرید؟ فعلا که چقدر گزارش شرکت ها میتن امو گزارش میت به مو مطابق گزارش پولش به وزارت مالی انتقال میشه راپورش یعنی بلند بودن سطح هایف مایل پول مردم شما میپذیرین در اینجا چون زمانی که آمار دقیق از شرکت ها ندارن طبیعی است که بس هایف مایل پول مطرح ما گفته نمیتونیم که به کدام مقدار فساد است یا نیست پول هست یا نمیشه فساد است در مسئله کردیت یا نه کردیت ریل تایم سیستم ما او وقت گفته میتونیم که سیستم داشته باشم عملی به هوایی ما گفته نمیتونیم به خاطر اینکه زمانی که شما سیستم ندارین آنچه را که شرکت برای شما گزارش بده او را آمار بده شما بر اساس از او چی میگن طبیعی است که این مسئله نگرانی در مورد فساد مطرح میشه شرکت ها میگه که 100% ما برای تان حقیقت میگم اینقدر جمع آوری شده برای شفافیت شما باید برای قبول کردن حرف شرکت ها باید خودتان یک چیزی باید داشته باشین باید تیم نظارتی داشته باشین نظارت بکنین باید دیتا داشته باشین نزد خودتان تیم وقت نا وقت میرن اونجا ما سیستما را میبینیم از طریق اترا تیم میره اونجا میبینه ولی او هم باز شرکت برشان نشان میده ما سیستم میاریم که خود ما دسترسی مستقیما داشته باشیم از طریق اداره اترا و به این می کار شروع است که دمی چند ماه باید این سیستم ایجاد شوه یعنی هنوز هم چند ماه دیگر ضرورت است این چند ماه دیگر ضرورت است بله آقای صدیقی آنچه را که آقای سعادت میگه بسیار نگران کننده است در مورد مالیات شما گفتین که 70% امکان هایف مایل پول میره واقعا چرا آنچه را که کمیسیون شما بررسی میکنه چرا رای حل پیدا نمیشه این مورد کمیسیون ما تقریبا پیشتر براتون گفتم که ریاست اترا در این فساد دخیل است و در پالوی از این ما مکتوبایی که روان میکنیم گفتم رئیس های کمیسیونشان اونا رئیس های کمپانی ها حاضر نمیشه و این مربوط میشه به اترا یک بخش قضیه است و بخش دوم چی هستم ما مشکل در اینجا است که در وزارت مخابرات البته احترامی که به جناب سادات داریم که یا 3-4 ماه شد آمدن و سرپرست هم هستن و مردم هم از کار کرد اینا راضی است و کمیسیون ما هم راضی است که این بر از اینا بر نخوره وزارت مخابرات از اول تا به آخری که صحبت میکنیم در فساد غرق بوده ریاست اترا هر آنچه که خواستش بود این کار میکنه رئیس جمهور افغانستان یک فرمان صادر کرد در زمان رخصتی که
باید ریاست اطرام مستقل شوه و تماما یعنی عامل فساد سازماندهی شده فرمان رئیس جمهور است. فقط من میخوام میره تو بگم چون موضوع قومی و در افغانستان وزارت به هر کس و بر اعزاب رسیده بود، رئیس جمهور میخواست که تماما صلاحیت های وزارت مخابرات که به فرمان خود داده بر ریاست اطرام، که ریاست اطرام را باز خودش تعیین بکنه. متاسفانه که این را به شورا آوردن که در کمیسیون ما بحث کردیم که به نفع وطن و به نفع جامعه نیست. این فرمان عقدمندانه و سلیقوی این فرمان صادر شده بود، یک بخشش بود. و بخش دومی بود که اگر ریاست اطرا باشه، وزارت مخابرات یک وزارت کاملا بی‌کفایت و بی‌کیفیت، یک بنام یک وزارت باشه، مثل که سادات صاحب گفت تماما کار ریاست اطرا میکنه. فقط ما حالا این قانون از شورا رد میشه، کمیسیون ها سرش بس کردن، شاید روزای یکشنبه یا روزای دوشنبه در آجندای مجلس گرفته شوه و این رد شوه. یک از این بخش قضیه است. به بخش دوم چی است؟ وزارت مخابرات اگر با این کمپانی ها شریک نمی بود، وزیر قبلیش یا وزیر قبلی منظورم از کابینه پیش است و این کابینه که واحدی صاحب آمده بود، اگر اینا واقعا شریک نباشند و با این کمپانی ها دست نداشته باشند در فساد، شما ببینید امروز یک کریدیت کارت یک کسی از بازار میخره، هر قدر میکنه یک کریدیت کارت نمیگیره، دوباره که میبره که این پاک شده کریدیت ما نگرفت. اما طور ما یک سیستم نداریم که وزارت مخابرات این چک بکنه که در کجا چرا کریدیت نگرفت. یک دومی، ما باید وزارت مخابرات از مفاد خالص کمپانی ها 2% این تکس میگیره، از مفاد خالصش خارج از مالیه و همه چیز. متاسفانه که اینا بیلانس را تسلیم میکنن به وزارت مخابرات و بسیار یک پول کم بیلانس خود نشان میتن، مفاد خود نشان میتن، که 2% هم تحویل میشه به بانک که چند وقت پیش در دوران وزیر گذشته در بانکای شخصی داده بود، گیر به سود داده بود، سر سود داده بود، 10% سود میگرفت، 2% بر حکومت میداد، 8% وزیر مخابرات دزدی میکرد. حال ما دوره پیشتر وزیر دیگه که بود فشار آوردیم سر سنگین، آخر آوردیم پیسه را در افغانستان بانک تحویل کردیم که بانک حکومتی است، پیسه مجا باشه، شاید سادات صاحب در جریان باشه که از 2% از اینا پول گرفته میشه. متاسفانه که سر تا پا در وزارت مخابرات فساد است. یک سادات صاحب تنها نمیتونه کورا پاک بکنه، یک قسم پاک میشه که وزیرش مشخص وزیر معرفی شوه و این فرمان رد شوه، در اداره اطرا کسایی بیان که واقعا آدمای مسلکی باشن، آدمای کارکشته باشن، در اداره اطرا جابجایی شوند و وزارت مخابرات یک سیستم و یک ترافیک بسیار دقیق درست باید نصب بکنه که کمپانی ها چقدر عواید کردن. خارج از این 10% ما از مفاد اونا 2% میگیریم و بفهمیم که چقدر اونا مصرف دارن تا مالیه بگیریم. متاسفانه که این سیستم ما نداریم و حالا باید تلاش بکنیم این سیستم باید در وزارت مخابرات جور شد. آنچه را که شما گفتین که تمام چیزها را اطراب کنترل میکنه آقای سادات، نقش وزارت شما هیچ؟ زه باید دی که وضاحت در کمه چی اطرا اداره خپل مسئولیت لری، من خپل مسئولیت خب بفرمایید در مسئولیت خودتان و مسئولیت اطراب. زمون مسئولیت د پالیسی جوړول دی، مون د مخابرات سکتور په یو طرف باندې سوق کول غواړو. مثلا مونږ غواړو چې په افغانستان کې د 4G ټکنالوژي اوسېږي، مونږ غواړو په افغانستان کې د نوې ټکنالوژي راشي، د هغې د پاره د پالیسي جوړو. پالیسي جوړول د وزارت کار دی، تطبیق او نظارت د اطرا کار دی. نو دا باید زه واضح کړم چې غلط فهمي ونه شي چې وزارت مخابرات خپل مسؤلیتونه لري. یو اندازه کارونه د وزارت مخابراتو دي او یو اندازه کارونه د اطرا ادارې خپل دي چې هغوی نظارت او کنټرول کوي. نه، این کار که تازه شده آقای سادات، آنچه را که شما میگه نظر به فرمان رئیس جمهور از این چیز زیاد نمیگذارد. در بخش منفعت خالص شرکت ها در 16-17 سال گذشته دیده میشه که کناتانی فساد صورت گرفته. آنچه را که شرکت ها برای شما گزارش داده از او یک چیز ناچیز شما گرفتین تکس دست ده چه شرکتونه وایی چه منگ من دومره اندازه پیسه منگ جمع آوری کردی ده خلکونه او هغه فیصدی وزارت مالیات ورکول کیږي د وزارت مخابرات په اکاونټ کې. دغه موضوع د 1500 کالو دوی ټاکسونه او مالیه ورکوي، خو د ریئل تایم در 15 سال اون چې شرکت ها گزارش داده شما گرفتین بس
دا د 15 کالو نه چې د کرزي صاحب د اول وخت نه دا د 2.5% او دا 40% دا ټاکس ورکوي مالیه ورکوي هلته ټیم شته ټیم ورزی ورسره ګوري په اترا اداره کې خپل یو ټیم لري چې دا پیسې راځي ورته ټی ډی ام فند هغه قتل کیږي چې څومره اندازه ورکړل شوی دی فیصدي ورسره قتل کیږي د کال اخر کې هغه محاسبه قتل کیږي خو د شفافیت لپاره باید یو سیستم وي چې سیستم مطابق وکتل شي. خب سیستم چرا در 16 سال سیستم ایجاد نشده؟ دا تاسې د سنگین سیب نه پښتنه کوي دا د کرزي سیب نه پښتنه کوي موږ زه په هغه وختونو کې زه وزیر نومه. اما زمانی که شما تصدیر دارین آقای سادات، ما میخوایم بپرسیم که دلیلی که بیشتر برای احیای امی سیستم فرسوده که در 16 سال آخر پول مردم خورده شده، هر آنچه که شرکت ها برای شما گزارش داده، چرا در این اواخر کار صورت نمیگیره؟ اوس لکه څنګه مې چې وویلې سیستم اوس موږ کار پرې شروع کړی، موږ غواړو چې دا سیستم جوړ کړو چې 10% معلوم کړو 100% معلوم کړو او بیا حتی دام کولای شو چې په هغه ګراف د سیستم وګورو چې اوس دومره پیسې راکړي د خب زمانه کې شما میگین که مجموعی مسئولیت ها به اداره اطرا برمیگرده، پس این نقش شما در ایجاد سیستم هم ایش خواد بود؟ د سیستم کې قانون د مخابراتی قانون مطابق د وزارت مالیه او اطرا اداره باید دا سیستم جوړ کړي او نظارت د دې سیستم باید اترای دارو کی وزارت مخابرات د همکاری او سپورت ورسره کوي د دې سیستم په جوړولو کې. خب ای سیستم تا چی زمانه جوړ خواهد شد؟ دغه سیستم د راروانو شپږو میاشتو کې او تر یو کال پورې جوړیږي، یعنی تا یک سال دیگر. ځکه دا تدارکاتي موضوعي چې دا باید تدارکاتي مسلې دا باید اعلان ته ولاړ شي، بیا بیدنګ کیږي، ټینډر ډاکومنټ جوړیږي، دغه ټول پروسیجر نیسي بیا تر څو چې دا سیستم هغه شرکتونو راشي سیستم دلته راوړي او بیا دا کنکشن کیږي، کنکټیویټي د دې ټول د شرکتونو ایم ایس سی سره کنیکټ کیږي، پس هغه نه ټیستونه کیږي، نو ټول سیستم به د شپږ میاشتې وخت نیسي. آقای صدیقی، شما فکر میکنید که در شش ماه و یا هم یک سال این سیستم ایجاد شه، سیستم ترافیک منظم و جمع‌آوری درست مالیات؟ اگر وزارت مخابرات بخواه و واقعا جدی کار بکنه و رئیس جمهور از این موضوع تدارکاتیش از زود از نوبت و از این زد و بنده خارجش کنه، من فکر میکنم در شش ماهی در سه ماهی سیستم جور میشه. متاسفانه که در اینجا مشکلاتی هست که تمام صلاحیت ها را محدود ساختین به هر این سیستم قرارداد و بعضی چیزایی که هست با تدارکات ملی و تدارکات ملی تا زمانی که پاس میکنه وزیرا کاملا بی صلاحیت هستند. یک دومی که من یک سوال دارم از جناب سادات صاحب که همین 20% که ما با وزارت با کمپانی افغان بسیم شریک هستیم چقدر عواید شده، چقدر پولش آمده در بیلانسش آیا به شما میاره یا نمیاره؟ یک دومی که ریاست اطرا مطابق به قانون اساسی تحت امر و مربوط وزارت این قانون که رد شد پس مربوط به شما میشه و شما در این رابطه اگر قانون رد شد و پس صلاحیت اطرا به شما آمد در این راستا چی کده میتونی و چه قسم میتونی که جلو فساد بگیری؟ ما میخواییم که این را از شما وضاحت بخواییم. یک دومی که در قسمت همین کارتا و کریدت کارتایی که برای مردم داده میشه مردم افغانستان کریدیتی را که میگیرن صحبتی را که از صورت میگیره اگر پنج در کل دنیا قیمت ها پایین آمده در افغانستان قیمت مکالمه پایین آمده گپ سیوم است و در پلوی از یک کسی میخواه که صحبت کنه دو دقیقه اگر صحبت میکنه سه دقیقه یک کمپانی پولش را میگردانه. این هم یک سیستم نیست که کنترل شود. چطور میتونین شما در چقدر وقت اگر خودت وزیر مخابرات شوی و فعلا مسئولیت وزارت مخابرات داری منیس یک مسئول بد نمیده؟ اول در مورد 20% عفون بسیم بفرمایید آقای صدیقی سه محترم، زباید تاتو ویم چه اول به اطراف سر نوشت کچیر تا اطرا په اصطلاح مستقل نشه او بیا د وزارت په چارچوب کې وي زه په اطرا کې مثبت تغییرات راولم. زه غواړم چې اطرا کې تغییرات راولم او اطرا باید نظارت یعنی اطرا نیازمند چی تغییرات است؟ تغییرات منیجمنت و تغییرات کپاسیتی تخنیکی و اداری. یعنی فساد عمده در منیجمنت اطرا است؟ فساد نه، تغییری که ظرفیت سازی شوه که تا رسیدگی به کارهای خودشان خوب کرده بتانه، مثلا نظارت و کنترل خوب کرده بتانه. دائمی موضوع مهم است و مثلا موضوع دوم 20% از افغان بیسیم
در هر سال آخر 20% افغان بیسیم معلوم میشه که چند چیز بوده. از ما خوب 4-5 ماه میشه. و 20% افغان بیسیم به سال گذشته به نظر ما که قراری که ما شنیدیم تقریبا 8 لکش به طور مالیه به وزارت مالیه داده. امی 20%. و دیگه شنمی که افغان بیسیم یگانه شرکتی است که از همه شرکت ها کرده زیاد امیر به خزانه دولت به حیث تکس و مالیه داده که او چند روز پیش تقدیر شد به این موضوع از طرف وزارت مالیه هم. سومیش نمی که چرا نرخ و مکالمه اینجا پایین نمیشه. په دې موضوع کې زه درته وایم چې افغانستان دلته زموږ مصارفات ډیر دي. موږ باید نرخ او مکالمې دا د نورو ملکونو سره د کیسې مقایسه نه کوو، ځکه دا په دې اساس سره دلته د هر اما دلیل نمیشه که مصارفات زیاد است. مصارفات در تمام کشورها زیاد است. شما میبینید که بحث پایین آمدن نرخ نورو زینو که گردان نوی هر انتن ده پاره دلته 15 شپه گردان یو انتن ده پاره نورو زینو که پیټرول نه مصرفی گلته برق ده مفت در زانه ده دلته مصارفات ډیر دي. بل دا ده چې مثلا انټرنیټي مکالمه نه شما را نمیپذیرین که این شرکت ها سو استفاده میکنه. شرکتونه خپل مصارفات لري، هغه خپل د مصارفات د نتورک د جمع کوي، مفادم کوي. شرکتونه راغلي د خپل مفاد لپاره او مونږه اترا ادارې جوړ کړې چې نظارت او کنټرول ورنو کی. دغه مسولیت د اترا ادارې د چې نظارت او کنټرول ورسخه وکړي. بفرمایید آقای صدیقی، در موردی که گفتن که مصرف شرکت ها بلند است، دلایلش هم اشاره کردن و در خصوص قیمت مکالمات. ما یک چیز میپذیرم که قیمت ها بالا، البته در زمانش قیمت ها بالا بود به خاطر از اینکه برق در کابل نبود، جنراتور ها داشتن، مصارفشان گزاف بود. حالا فعلا برق در کابل آمده، ما همه چیز برق های آفتابی هم داریم، هر چیزی که بخوایم داریم. اما از زمانی که همی کمپانی آمدن تا همی زمانی که اصلا 1% اتا تغییرات نامده، یک دومی اعلاناتی را که اینا مندازن که شما 45-45 دایر کنی، این چیزا ببینه، این را ببینه، این را ببینه، از این همی هم پول مردم گشتانده میشه. ما حتی این موضوع را نمیخوایم، نتانستیم که امیر جلوش را بگیریم که این چی معنا داره و چرا بر مردم میگپ میزنین. باز اگر ما در این شماره یا اعلاناتی را که اینا میدن اگر 5 روپه بگردانن 10 افغان، یعنی میگه در بخش نظارت شرکت های خصوصی مطلق ناکام، کاملا وزارت مخابرات ناکام نبوده، موفق بوده، اما در فساد موفق بوده که با اونا شریک بوده. هیچ کاری نتونسته وزارت مخابرات در زمان سنگین چندین پیشنهاد شد هیچ انجام. فقط یگانه چیزی را که وزارت مخابرات در زمانش وزرا میگفتند که ما کسایی هستیم که در مخابرات فعال ساختیم، افغانستان به دنیا و تکنولوژی را آوردیم. حالا که آوردی خدا خیرت بده، خود بیار ایره در کنترل بیار، مردم بیچاره را در بدر نکن. من امیدوار به این هستم که پیشنهاد ما البته به جناب وزیر صاحب و جناب رئیس صاحب جمهوری است که هرچی عاجل باید این موضوع از تدارکات ملی برای سیستم در اوج جور شود، در ترافیک جور شود که ما کنترل کرده بتانیم، یک و در پلوی از او ریاست اترا و بعضی ادارات دیگر مستقل نسازد، تحت امر وزارت بسازد که تا وزارت یک نظارت درست و کار خوب انجام بده. شما مجموعه آقای سعادت مجموعه مشکلات به گردن اداره اترا انداختین، بخش نظارتی و کلش شما گفتین تنها در حد وزارت پالیسی ساز هستین، اما همین مسئله رو شما برای جمهور افغانستان هم شریک ساختین که چه مشکلات در اداره اترا موجود است؟ دغه د اترا ادارې لایحه د وظایف د اترا ادارې هم دا دی چې نظارت و کنټرول کړي. او صدیقي صاحب خبره هم حقیقت لري چې تیر وختو کې فساد به شوی، خو هغې زه ځواب د هغې زه نشم ورکولی ځکه زه د هغه وخت مسؤول نه یمه. دا ځواب باید د هماغه خلکو نه په هماغه وختونو کې څوک مسؤول هغې نه دی واخیستل شي چې تیرو 14-15 کالونه نه وضعیت موجوده. شما برای جمهور شریک ساختین؟ بله. به عنوان سرپرست وزارت مخابرات شما وضعیت موجود شریک ساختین؟ موضوع د ټولو پروژو د ټولو وختونو حتی د هماغه وختونو نه هم د ټولو پروژو وضعیت معلومات ریاست جمهوری ته تللی او د کرزي صاحب په وختو کې هیئتونه تعین شوي دي، هیئت تعین شوی دی، هیئت بیرته راپور چې بیا سره کوم ورکړی دی بیا نور معلومات نه. آنچه که در زمان سرپرستی شما از فساد از
مجموعه ضعف مدیریت از عمل کرده که انتقاد داره در مورد اداره اترا و موارد دیگر. شما با رئیس جمهور شریک ساختین؟ زده د اترا د زفت مدیریت نه ز انتقاد نکوم، هغه مستقل اداره ده، یو اداره په بل باندې انتقاد نکوي. خو زه دا وایم که چیرته اداره د اترا زما د مدیریت لاندې وي، زه بیا مجبور بیا بعضی تغییرات راولم چې بهتره شي، او ممکن بعضی تغییرات اترا رئیس هم په نظر کې لري چې بهتره شي. بهتروالی په خاطر باندې هر کس یو دغه لري، خپل نظر لري. آقای شریخی، راه حل برای همین بحرانی که در وزارت مخابرات افغانستان موجود است، فساد، بس عدم نظارت از شرکت های خصوصی، مجموعه مشکلات اداری، بس پنیدگی تشکیلاتی، راه حلش چی است؟ راه حلی است که در قدم اول رئیس جمهور وزیر وزارت مخابرات یک شخصی را معرفی بکنه که وابسته به عذاب سیاسی نباشه، وابسته به قوم و ملیت و سمت و سو نداشته باشه، فقط یک آدم افغانستان شمول ملی، یک آدم کارا و یک آدم صادق باشه. یک دومی که زمانی که وزیر جامعه از ریاست جمهوری ریاست اترا را از الف از زی تا زیدش باید تغییرات کلی بیاید. قراردادی که در وزارت مخابرات انجام داده سیستم میخوای بره این قرارداد ارجی عاجل پاس بکنه، با مو قدری که قرارداد معطل میخوره، معطل قرارداد میشه، اونا مو قدر ما ضربه میبینیم. اما زمانی که شما بس قومی رو پیشتر مطرح کردین به دلیلی که چون وزارت مخابرات مربوط تیم رئیس جمهور نمیشه، رئیس جمهور در خلای رخصتی پارلمان فرمان داد و صلاحیت را به اداره اترا واگذار کرد، چون باید رئیس جمهوری را تعیین بکنه. فکر میکنید که این کارها از طرف رئیس جمهور انجام شد؟ پیشنهاد مردم افغانستان است. ما برش پیشنهاد میکنیم که یک کسی را در وزارت مخابرات بیاره که وابسته بر کنم قوم وابسته بر عذاب سیاسی نباشه، یک کسی باشه که مسلکی باشه. و دومی ریاست اترا قلب، پیشتر گفتم قلب وزارت مخابرات است، یک نفری که واقعا در اترا کار کرده باشه، در تکنولوژی بلد باشه، حتی ماستری کامپیوتر ساینس داشته باشه، کوره بیاره در اونجا. من فکر میکنم همین فعلا هم کامرایتان صحبت میکنم، در ریاست اترا کسی باشه که مسلکی نباشه، معاون اترا کسی باشه که مسلکی نباشه. باید مردمای مسلکی اگر دلسوزانه کار کنیم به وطن، بخوایم که پولای معیف و میل نشه، حق از این چهار تا یتیم و بیچاره، باید همین کسا را در وزارت مخابرات در ریاست اترا بگمانیم که تا زمانی که جلب یا گرفته شوه، تا وقتی که رئیس جمهور وزیر مخابرات معرفی نکنه و صلاحیت به وزیر مخابرات نده و در ریاست اترا تغییرات نبیه، همین زدمنده و فسادا ادامه داره. موضوع که صدیقی صاحب تا باید زب موضوع که وضاحت ورکم، چه واقعا کچیرته موضوع دی یو مسلکی شخص وی دو مسریان په مخابراتو کې لرمه، اوله سکاله ما په مخابراتو بخش په انګلستان کې، په فرانسه کې، په امریکا کې، په نیو جرزی کې، په افغانستان کې کار کړی دی. او په دې سلورو میاشتو کې چې کوم تغییرات ما راوستي دي، هغه ممکن چې په دې ټول کلونو کې نه وي شوي. د سلور جی دا په د ډیجیټل کاسا کې موږ کار شروع کړی دی، د واخان پروژه ده، د فایبر نوري د کاپیسا مثال افتتاح شوه، د کونړ افتتاح شوه، د خوست باندې کار روان دی، فایبر نه موږ یو جال جوړو، ډیجیټل افغانستان جوړول د پرمونه کارون پلونه پروګرامونه لرو، خو دا وخت نیسي، دا په دې یو ورځ باندې نه کېږي. نو زه صدیقي صاحب ته په دې موضوع کې ټول هیوادوالو ته صدیقي صاحب ته وعده ورکوم چې دغه زموږ مخابراتي وزارت مخابراتی خدمات زمنګ دا به یو کال وروسته داسې نه وی لکه اوس چری، دا به بهتره شوی وي، دا به تقریبا دو چنده د خدمات کیفیت کوالټي هر سبه شوی وي. بسیار تشکر آقای سعادت و آقای صدیقی از حضورتان در برنامه بازنگاه امشب، و شما تشکر بنای عزیز تا برنامه بعد. خدا میگذارم.